سلام به همه شما دوستان عزیز، خیلی خوش اومدید به کانال محمود بیز در یوتیوب. امروز میخوام با شما در مورد بهترین پلتفرم هایی که در سوشال میدیا میتونید پیدا بکنید برای افیلیت مارکتینگ باهاتون صحبت بکنم و در مورد این روش با شما صحبت میکنم که چه ابزاری کدوم سوشال میدیا میتونه برای فروش بیشتر شما مؤثر باشه. این ویدیو رو حتما تا انتها مشاهده بکنید. قبل اینکه ویدیو امروز شروع بکنم، اجازه بدید بهتون بگم که وبسایتی به اسم onpod.tab لیستی از وبینارهای مختلفی رو برای روش‌های کسب درآمد از اینترنت منتشر میکنه که شما دوستان عزیز میتونید به آدرس این وبسایت onpod.tab مراجعه بکنید و از قسمت وبینارهای آموزشیش میتونید با روش‌های مختلف کسب درآمدی که روش‌هاش رو دارن آموزش میدن آشنا بشید و روش‌های مختلف رو برای کسب درآمد انتخاب بکنید. اون روش‌ها رو میتونید به راحتی اجرا بکنید و از این طریق به درآمد اینترنتی دست پیدا بکنید. میتونید از طریق این وبسایت این کارو انجام بدید. لیست وبینارهاشون هم مرتب به روز میشه که حتما میتونید لینکش رو در انتهای ویدیوی من مشاهده بکنید. اما بذارید من برگردم مجدد در صفحه اصلی یوتیوبم بهتون بگم که اگه برای اولین بار دارید ویدیو من میبینید، حتما کانال من رو توی یوتیوب سابسکرایب کنید. این گزینه سابسکرایب رو اگر زدید، گزینه زنگوله رو هم بزنید، گزینه آل رو انتخاب کنید. لیست کانال های تلگرام من، اینستاگرام و توییتر من هم این بالا هست. زیر نویس ویدیو هم لینک کانال تلگرام شده، میتونید عضو کانال تلگرامی من هم بشید. بریم سراغ آموزش امروز. خب این علی اکسپرسه که دوستان بسیار زیادی در سراسر ایران مطمئنن با این وبسایت آشنا هستن. وبسایتی که میتونه فروش بسیار خوبی رو در دسته‌بندی موضوعی مختلفی در اختیار شما قرار بده. به صورت واسطه‌ای میتونید کالاهای بسیار زیادی رو توی این وبسایت پیدا بکنید و اون کالاها رو میتونید شروع بکنید به فروختن. یا وبسایت‌های DX یا گیربست که من آموزشش رو قبل‌تر توی ویدیوهام خدمت شما ارائه کردم و شما میتونید این ویدیوها رو حتما ببینید، که البته من الان لیست چند تاشو همین بالا سمت راست تو همین علامت تعجب که کلیک بکنید لینکش رو قرار دادم و شما هم میتونید اونجا بقیه ویدیوها رو به صورت کامل ببینید. این وبسایت ها ابزاری رو ارائه میدن به افراد به اسم افیلیت کردن، افیلیت مارکتینگ، یا دعوت میکنن از افراد برای همکاری در فروش. امروز میخوام به شما بگم که بهترین پلتفرم سوشال میدیا برای افیلیت مارکتینگ کدوم یکی از ابزارها و شبکه‌های اجتماعیه. افیلیت مارکتینگ خودش گزینه خوب پربازه برای تبلیغات آنلاین به حساب میاد. یعنی اینکه شما میاد یکی از بهترین پلتفرم‌ها برای افیلیت مارکتینگ رو شما میتونید در نظر بگیرید که شبکه‌های اجتماعی هم. مثال رو خدمتتون عرض می‌کنم، مثلا لینکدین یکی از این شبکه‌های اجتماعیه، یا مثلا توییتر یا فیسبوک یا اینستاگرام یا پینترست. اینها جزء شبکه‌های اجتماعی هستن که میتونه بسیار کاربردی باشه برای همه. به عبارت دیگه علت موفقیت افیلیت مارکتینگ تو پلتفرم‌های سوشال میدیا همگانی و عمومی بودنشه. یعنی اینکه اینقدر عمومیت پیدا کرده که شما الان تو موبایل‌های افرادی که در ایران، افغانستان، تاجیکستان، ترکیه یا سایر کشورها هستن، مثلا دوستان فارس زبان بخواد نگاه بکنید، بدون شک از این ابزارهای شبکه‌های اجتماعی برای اینکه بتونن با دوستانشون ارتباط داشته باشن برخورد میکنید. به عبارت دیگه شما توی شبکه‌های اجتماعی به بخش بزرگی از مخاطبین دسترسی دارید. برای همکاری تو فروش در فضای مجازی شما اصلا نیازی نیست که حتما به سراغ افراد مطرح یا همون اینفلوئنسرهای پرمخاطب برید. حتی افرادی کم بازدید هستن یا میکرو اینفلوئنسرها یا هر کسی که عملاً یه اکانتی داره میتونه به عنوان یه افیلیت بیاد با شما همکاری بکنه. شبکه‌های مجازی بستر خیلی خوبی هن برای تولید محتوا که شما هرچند خلاقانه و خلاقیت به خرج بدید، میتونید به طرز قابل توجهی درآمد اینترنتی خودتون رو به صورت همزمان از طریق این سیستم ها افزایش بدید. افزایش فروش کسب و کارها دقیقا با تولید محتوای خلاقانه اتفاق میافته. اما قبل اینکه انتخاب پلتفرم سوشال میدیای مناسب کسب و کارتون رو قرار باشه بهتون بگم، اجازه بدید من به دو تا نکته خیلی خیلی مهم بهتون اشاره بکنم و بهش بپردازم. اینکه این دو تا مبحث میتونه برای شما بسیار کاربردی باشه برای اینکه بتونید بهترین پلتفرم سوشال میدیا رو که مناسب کسب و کارتون هست انتخاب بکنید. اولین گزینه ای که مطرح میشه، مخاطب کسب و کار شما واقعا چه کسایی هستن؟ این یک سوالیه که بدون شک برای همه افراد
ایجاد میشه و همه با این مسئله روبرو میشن که مخاطب من چه فرد یا شرکت یا گروهی میتونه باشه. قبل هر کاری شما باید جامعه هدف خودتون مشخص بکنید. عملا باید با توجه به نوع کسب و کارتون پلتفرم سوشال میدیای مناسب برای همکارتون فروش رو بیاد انتخاب بکنید. ببینید اگه بی تو بی هستید، یعنی بیزینس با بیزینسید، فرایند فروش شما یه پروسه تقریبا طولانیه، چون مخاطب شما سایر کسب و کارهان. اما اگه مثلا مخاطب شما بی تو سیه یا بیزینس با مشتری یا کاستومره و مستقیما با مصرف کننده شما در ارتباطی، پروسه فروش کوتاه‌تری رو مطمئنا تجربه میکنید. با توجه به همین یه نکته که خیلی خیلی مهمه، میتونید پلتفرم سوشال مدیا مناسب خودتون بیاد پیدا بکنید. معمولا توی این سوشال مدیاها پیشنهاد میشه که لینکدین یا حتی یوتیوب میتونه گزینه مناسبی برای کسب و کارهای بی تو بی باشه. یعنی شما اگر بیزینس با بیزینس میخواد فعالیت داشته باشید، این دوتا شبکه اجتماعی میتونه کاربرد خیلی خوبی براتون داشته باشه، هم لینکدین و هم یوتیوب. و اما فیسبوک، اینستا یا به عنوان مثال توییتر بیشتر مناسب شرکت‌های بی تو سیه، یعنی مشتری با سازمان با مشتری، بیزینس با کاستومر، چون مستقیما با مخاطبی در ارتباطی که میتونه مشتری بالقوه‌اش باشه و ممکنه فوراً با یه دونه پست یا مثلا یه دونه استوری توی اینستاگرام یا حتی استوری توی فیسبوک میتونه مشتری برای خریدش تصمیم بگیره. بهتره من یه مثال کوچیک بهتون بگم که در مورد اینستاگرام صدق میکنه که شما کاملا متوجه بشید که دقیقاً این چه اتفاق و چه پروسه‌ای هست. ببینید اینستاگرام معمولا مناسب بی تو بی نیست، چون در واقع این پلتفرم تاثیرگذاری از تصاویر داره و کپشن‌های کوتاه رو میاد منتشر میکنه و انجام میده، در صورتی که شما برای اتخاذ یه تصمیم تجاری به تحلیل‌های عمیق و طولانی مدت یا میشه گفت گذر زمان، تحقیق و بررسی و خب خیلی پروسه‌های دیگه مطمئنا نیازه. من نمیگم که مثلا دیگه این اینستاگرام هیچ راهی برای درآمد بی تو بی ها نیست، نه، اما به صورت پیش‌فرض ما میگیم اگر بی تو سی بخوایم کار بکنیم، اینستاگرام میتونه مناسب ما باشه. در نتیجه توی این مورد شاید مخاطبین کسب و کارهای بی تو بی تو فضای اینستاگرام به راحتی برای برقراری رابطه و انجام تجارت خودشون ترغیب نشند. این یه چیزیه که وجود داره و شما نمیتونید اون رو مثلا نادیده بگیرید. اما توی کسب و کارهای بی تو سی اینستاگرام میتونه یکی از بهترین پلتفرما باشه، چون مصرف کننده ها اصولا تحت تأثیر استوری ها هستن، فیلم ها رو میبینن، تصاویر رو مشاهده میکنن و با همین موارد ساده میان به راحتی تصمیم میگیرن که خرید انجام بدن. این رو پس حتما مد نظرتون باشه که خودتون بسنجید کدوم پلتفرم از لحاظ کسب و کار شما مخاطب بیشتر رو در خودش قرار داده. و یه مثالم که بهتون زدم دیگه، پس این رو حتما مد نظرتون باشه. برای شناخت مخاطب شما به جزئیات باید توجه بکنید. ببینید علاوه به همه این مواردی که خدمت شما عرض کردم، برای انتخاب بهترین پلتفرم سوشال مدیا مخصوصا برای دوستانی که میخوان افیلیت کار بکنن، باید به طور دقیق‌تر و عملا ریزبینانه‌تر یا جزئی‌تر جامعه هدف خودتون رو بیاید شناسایی بکنید. مثلا شما باید سن رو بدونید، جنسیت رو بدونید، محل سکونت رو بدونید، میزان درآمد افراد مخاطبین خودتون رو باید بسنجید و بعد با توجه به همه این معیارها بیاید یه پلتفرم مناسب رو انتخاب بکنید. ببینید توی همین راستا که خدمتتون توضیح دادم، اینستاگرام مناسب نوجواناست، توییتر مناسب جوونا، لینکدین برای هدف قرار دادن افراد تحصیل کرده فوق‌العاده ایده‌آله. یه بار دیگه بهتون بگم اینو، اینستاگرام مناسب افرادی که نوجوانن، حالا نه صرف نوجوان اما مخاطب بسیار زیادی رو نوجوانا تشکیل میدن. توییتر مناسب افرادی که جوانن و لینکدین هم میتونه برای هدف قرار دادن افراد تحصیل کرده برای شما ایده‌آل باشه. اما دومین موردی که باید به اون بپردازیم چیه؟ دومین مورد اینه که چه نوع تبلیغاتی مناسب کسب و کار شماست. برای تبلیغات مطمئنن روش‌های مختلفی پیش روی شما هست، شما میتونید هر روش رو بیاید انتخاب بکنید. با این حال بهتره با توجه به محصولات و خدماتتون نوع تبلیغ خودتون رو بیاید انتخاب بکنید. مثلا بهتون میگم، مثلا فیلم‌های تبلیغاتی برای نمایش عملکرد یه محصول یا تصاویر برای معرفی شخصیت‌ها و هویت یه برند
و عملا متنای تبلیغاتی که می‌نویسید برای توصیف یه محصول و ارائه توضیحات میتونه مناسب باشه. تو قدم بعدی که شما باید بردارید اینه که بهترین روش تبلیغات میتونه تقریبا میشه کمک بکنه بهتون که پلتفرم مناسب اون رو بیاد پیدا بکنید. برای نمونه بذارید بهتون بگم تبلیغاتی که توی اونا از تصاویر و عکس‌ها استفاده میشه با فضای اینستاگرام و تبلیغاتی که بر پایه فیلم و ویدیو هستن توی فضای یوتیوب میتونه مؤثر و تطابق داده بشه. یعنی شما اگر تولید کننده محتوا هستی، فیلم و ویدیو تولید میکنی، میتونید از طریق یوتیوب این کار رو انجام بدید و اون تصاویر و عکس‌ها هم که دارید استفاده میکنید تو فضای اینستاگرام میتونید انجام بدید و اون مورد تبلیغاتی هم که گفتم از طریق یوتیوب میتونید کار انجام بدید. در نهایت شما اگه قرار باشه با در نظر گرفتن همه این مسائلی که خدمتتون عرض کردم میخواید بهترین پلتفرم سوشال مدیا رو برای همکاری تو فروش و عملا کسب درآمد از افیلیت مارکتینگ انتخاب بکنید، بهتره که این ویدیو رو حتما تا انتها ببینید، چون من اومدم در مورد انواع پلتفرم سوشال مدیا برای کسب و کار شما و اینکه تبلیغ مفیدی که میتونید از طریق سوشال مدیا انجام بدید باهاتون صحبت میکنم. این ویدیو رو حتما تا انتها مشاهده بکنید. من باز میکنم اولین سوشیالی که میخوام باهاتون صحبت بکنم فیسبوکه. اول اینکه عذرخواهی میکنم ممکنه زمان ویدیو طول بکشه، اما بذارید به صورت کامل این جزئیاتی که دوستان خیلی زیادی به دنبالش هستن رو بهتون بگم. ببینید فیسبوک قدرت و تاثیرگذاری غیر قابل انکاری داره. همه دوستان اونهایی که از دهه 85 توی ایران دارن زندگی میکنن، از سال 1385 به این سمت دارن زندگی میکنن، مطمئنن فیسبوک رو دیدن. فیسبوک بیش از 2 میلیارد کاربر داره که تقریبا میشه گفت طیف گسترده و متنوعی از افراد از سراسر کره زمین عضو این شبکه اجتماعی هن. تو فیسبوک شما امکان استفاده از تصاویر دارید، میتونید متن قرار بدید، میتونید فیلم بذارید و میتونید لینک قرار بدید. همه چیزها میتونه اینجا وجود داشته باشه. این پلتفرم به کاربران این امکان میده تا این مطالب رو از سایر پلتفرم‌ها بردارن و اینجا دوباره به اشتراک بذارن. مثلا شما اگر اینستاگرام خودتون رو داشته باشید میتونید به راحتی فیسبوک رو به اینستاگرام وصل کنید، اینستاگرام رو به فیسبوک وصل کنید و هر محتوایی که در اینستاگرام منتشر میکنید به صورت همزمان در فیسبوک هم منتشر بشه. فیسبوک به دلیل داشتن مخاطبین مختلفی که توی رده‌های سنی مختلفن، یعنی از جوان و نوجوان گرفته تا مسن و پیرمرد پیرزن و همه این گروه‌های سنی هستن و حتی از نقاط جغرافیایی مختلف تو دنیا اومدن عضو این سیستم شدن، گزینه خیلی خوبی برای بازاریابی افیلیت مارکتینگ توی کسب و کارهای بی تو بی یا بی تو سیه. یعنی شما اگر قرار باشه، آره من نمیگم، اجازه بدید من اینو بهتون بگم، بعد بهتون بگم که چرا دوستان میان کلماتی مثل افیلیت رو توی فیسبوک میان تولید میکنن اما لینک هاشون بسته میشه. به این علته که فیسبوک یه بخشی از درآمد خودش رو اختصاص داده به تبلیغاتی که داره میگیره و عملا لینک های وابسته به دلیل اینکه ممکنه بازاریابی سودمندی برای افراد باشه به صورت برجسته از سمت فیسبوک منتخب شدن. یعنی اینکه طرف میخواد یه لینک رو منتشر بکنه میتونه بره از طریق سیستم تبلیغات در فیسبوک این امکان رو دریافت بکنه که لینک های افیلیت مارکتینگ خودش رو منتشر بکنه. من یه ویدیو چند هفته پیش منتشر کردم از طریق فیسبوک که شما میتونستید با یه پیج این فیسبوک ساختن میتونستید لینک ها رو بیاد از طریق خود همون سایت ها بدون اینکه قرار باشه کسی متوجه بشه لینک ها رو بیاد منتشر بکنید. یعنی اصلا هیچ کلمه افیلیت هم به کار نبرده و فقط شما دارید یه لینک رو میاد منتشر میکنید و این لینکیه که مخاطب رو میفرسته به سایت اصلی و از طریق اون سایت میتونید مستقیم خرید انجام بدید. اون ویدیو رو هم من گذاشتم تو همین علامت تعجب بالا سمت راست که میتونید اون رو هم ببینید و اون ویدیو رو حتما ببینید، مخصوصا برای اون در دوستانی که بحث فیسبوک رو میخوان فعال بکنن برای کسب درآمد کسب درآمد افیلیت مارکتینگشون. اما میریم سراغ مورد بعدی، بخشی که در مورد اینستاگرام. البته ببخشید من عذرخواهی میکنم اگر صدای اطراف اذیتتون میکنه، من توی یه سفری هستم الان که دسترسی به اون جایی که همیشه بودم ندارم. میریم سراغ شبکه بعدی که دوستان بسیار زیادی در ایران، افغانستان، تاجیکستان، ترکیه و سایر کشورهای دنیا مخاطب این سیستم هستن، اینستاگرام. اینستاگرام خودش متعلق به شرکت فیسبوک، یعنی عملا مربوط به فیسبوکه و پرطرفدارترین پلتفرم بین این افرادیه که جوونن
و نسل جوان تقریبا میشه گفت پرطرفدارترین افرادی هستن که طرفدار این پلتفرمن. تو سال 2009 اینستاگرام تقریبا حدوداً 1 میلیارد کاربر فعال به دست آورد که 50% از اونها هر روز صفحه خودشون رو میومدن و چک میکردن. خب این پلتفرم عملا با استفاده از تصاویر و فیلم ها تأثیر باور نکردنی رو توی مخاطبین ایجاد میکنه، به طوری که شما تنها با یه تصویر خیلی قشنگ و حرفه‌ای میتونید به راحتی برندسازی بکنید، میتونید جذب مخاطب انجام بدید و عملا برای اون کسب و کارتون معروفیت و مطرح شدن رو در پی داشته باشه. اجازه بدید من چند تا از مزایا و ویژگی‌هایی که اینستاگرام میتونه براتون داشته باشه رو بهتون بگم تا کامل متوجه بشید که اینستاگرام چه قابلیتی میتونه داشته باشه در انتخاب بهترین سوشال مدیا برای کسب و کار افیلیت مارکتینگ ما. اولین گزینه‌ای که مطرح میشه در مورد اینستاگرام این که اینستاگرام مناسب بیزنس‌هایی هست که B2C هن، یعنی بیزنس تو کاستومر یا بیزنس با مشتریه و ارتباط مستقیمی دارن این دوتا با هم. توی اینستاگرام از قابلیت‌های بعدی که در اختیارتون قرار می‌گیره امکان استفاده از انواع تصاویر و ویدیوها به شکل متنوع و کاملا خلاقانه رو در اختیار شما قرار میده. کاربرای جوانی که 53% اونها زیر 30 سال هستن توی سیستم اینستاگرام عضوند و شما میتونید در نظر داشته باشید که اگر کالایی رو میخوای به فروش برسونی میتونید در نظر بگیری که مخاطبت ممکنه توی همین 53% باشه که همشون هم زیر 30 سال هستن و میتونید کالای مناسب این عده گروه سنی قرار بدی. امکان جذب مخاطب و افزایش دنبال کننده ها در زمان کوتاهی توی این سیستم وجود داره. کما اینکه من سایت رو هولوهاش تقریبا شاید یه هفته یا دو هفته پیش بهتون معرفی کردم که برای همین جذب مخاطب توی اینستاگرام و افزایش دنبال کننده ها به صورت معمول شما میتونی از اون روش هم استفاده بکنید. کما اینکه شما اگر به تولید محتوا توی اینستاگرام بپردازید بعد از یه مدتی بازدید کننده و عملا مخاطب بسیار زیادی رو به صورت مستقیم به دست میارید. اما اگر نخواستید این اتفاق بیفته و میخواد خیلی سریع به اون تعداد بازدید کننده برسید میتونید از سایت های بسیار زیادی که وجود دارن استفاده بکنید. نمونهش سایت SMT یعنی Social Media Tools 724.top هست که این سیستم عملا میاد بازارسازی و بازاریابی میکنه برای شبکه‌های اجتماعی شما که یکی از اونها اینستاگرامه، یعنی میتونه برای شما فالو بفرسته، میتونه لایک بفرسته، میتونه ویو بفرسته، میتونه مثلا فالوور رو گفتم لایک هم گفتم و دیگه خب خیلی چیزایی که کامنت میتونه براتون بفرسته و بازدید کننده واقعی. بر اساس موقعیت‌های مختلف جغرافیایی شما میتونید از طریق این سایت به راحتی دسترسی پیدا بکنید به جمع بسیار زیادی از مخاطبینتون در سراسر دنیا که ممکنه علاقمند باشن به کالای شما. از ویژگی‌های بعدی که اینستاگرام میتونه برای شما داشته باشه اینه که تاثیرگذاری بسیار زیادی در بین افراد و اقشار مختلف مردم میتونه ایجاد بکنه. امکان همکاری با اینفلوئنسرها و افزایش درآمد اینترنتی برای شما توی این سیستم اینستاگرام براتون ایجاد میشه. شما میتونید بسیاری از افراد اینفلوئنسر رو پیدا بکنید یا افرادی که تازه دارن اینفلوئنسر میشن و مخاطبین خیلی کمی دارن میتونید از طریق اونها کسب و کار خودتون رو رونق بدید. یکی از قابلیت هایی که داخل اینستاگرام ایجاد میشه امکان هشتگ گذاریه. امکان استفاده از هشتگ و تگ ها باعث میشه که افرادی که به دنبال کلمات خاصی میگردن شما رو سرچ بکنن و بعد از طریق اون هشتگ ها وارد صفحه شما بشن و با برند و کالایی که شما دارید آشنا بشن. خب در کنار همه این مواردی که بهتون گفتم استفاده از یک کپشن در کنار عکساتون میتونه تاثیر خیلی زیادی داشته باشه که مخاطبین بسیار زیاد رو به سمت شما جذب بکنه. این اینستاگرام هم یکی از اون شبکه‌هاییه که میتونه برای شما در افیلیت مارکتینگ کمک و همراه خیلی خوبی باشه و میتونه شما رو به درآمد بیشتر در افیلیت مارکتینگ کمک بکنه و همراهتون باشه توی این مسیر. اما بذارید من سیستم بعدی رو بهتون معرفی بکنم که اغلب بسیار دوستانی که توی ایران زندگی میکنن مخصوصا ایرانیای عزیز که آقایون همشون، حالا من جدا از این لفظ، همه هموطنان ایرانی ما امکان استفاده از اینترنت آزاد رو عملا میتونن داشته باشن و عملا اگر فیلتری ایجاد میشه برای مخاطب داخل ایران هست و آقایون مسئول تمامشون میان در توییتر اکانت دارن و از سیستم توییتر برای اطلاع رسانی حرفهای خودشون صحبت میکنن، در حالی که شما اگر قرار باشه ازش استفاده بکنی عملا باید از طریق فیلتر شکن به بیش از 300 میلیون کاربری که در سراسر جهان اومدن عضو توییتر شدن وصل بشید و مثل این 300 میلیون نفر از این سیستم استفاده بکنید که یه تعدادی هم گفتم
مسئولینی هستن که در ایران زندگی میکنن و همشون از طریق فیلتر شکن به این سیستم دسترسی دارن. توییتر 300 میلیون کاربر زنده و فعال الان در سراسر جهان داره و یکی تقریبا از برترین و بهترین و پربازدیدترین پلتفرم ها توی فضای آنلاین به شمار میاد. شما برای نوشتن تو توییتر اجازه دارید تا 140 تا کاراکتر رو بیاد بنویسید. در نتیجه این پلتفرم برای نوشته‌ها و عملا متنایی که کوتاه هستن خیلی خوبه. توییتر برای بازاریابی وابسته و همکاری تو فروش خیلی مناسبه و چون تاثیر قابل توجهی تو ترند شدن موضوعات داره و میتونید به برندسازی از طریق این سیستم امیدوار بشه، چون میتونه خیلی به شما کمک بکنه، میتونید برندتون رو خیلی سریع میتونید روش بدید. این پلتفرم میتونه به برندها در برقراری ارتباطشون با مخاطبینشون و فروش محصولاتشون کمک بسیار زیادی بکنه و مثل دقیقاً سیستم اینستاگرام و فیسبوک که بهتون گفتم، اجازه بدید من چند تا از ویژگی هایی که این پلتفرم میتونه برای کسب و کار شما داشته باشه رو بهتون بگم، مخصوصا برای دوستانی که دارن افیلیت کار میکنن. اون ویدیو رو حتما ببینید که بهتون گفتم یکی دو هفته پیش منتشر کردم، این بالا میذارم، که شما میتونید با ایجاد صفحاتتون توی فیسبوک و توییتر بیاید محصولات رو به این شکل منتشر بکنید، هشتگ بذارید و شروع بکنید به مخاطب جذب کردن و فروش. ببینید پلتفرم توییتر کلا مناسبه هم کسب و کارهای بی تو بی و هم کسب و کارهای بی تو سی. خب من بهتون گفتم بی تو بی و بی تو سی رو، و این سیستم امکان برقراری تعامل با مشتریا و مصرف کننده تو کسب و کارهای بی تو سی رو ایجاد میکنه و عملا شما میتونید به راحتی از طریق این سیستم فروش خیلی خوبی رو هم بیاید تجربه بکنید. قابلیت به اشتراک گذاری تصاویر در اختیارتون قرار میده، میتونید پیوندها رو به این شکل منتشر بکنید، میتونید فیلم ها رو بیاد قرار بدید و خب لینک های مختلف رو میتونید به این شکل منتشر بکنید. حتی امکان هشتگ گذاری گفتم یکی از مهمترین مزایای دسترسی به طیف گسترده از مخاطبین که مخصوصا همشون جوان هست توی توییتر در اختیار افراد قرار میگیره. شما اگه قرار باشه یه موضوعی رو بیاد پروموتش بکنید، میتونید با هشتگ گذاری بیاد این کار رو انجام بدید و افراد بسیار زیادی اگر به دنبال این کلمات بگردن بتونن به راحتی به پیج شما دسترسی پیدا بکنن و به این شکل دسترسی میدید به افراد برای اینکه با کالا و برند و نام شما آشنا بشن. یکی از قابلیت‌هایی که در توییتر وجود داره ریتوییت کردن توسط کاربران، این اتفاق میفته و افراد میان با ریتوییت کردن باعث میشن که یه توییت بهتر و بیشتر دیده بشه و این قابلیت از طریق توییتر فراهم شده که افراد با ریتوییت کردن، لایک کردن یا حتی نظر نوشتن بتونن باعث بیشتر دیده شدن توییت های شما در توییتر بشن. کالاها رو شما از هر سایتی هم که میگیرید، چه علی اکسپرس باشه، چه دی ایکس باشه، چه گیر بس باشه، چه کلیک پوینت باشه، چه هر سایتی که مد نظرتونه، میتونید به راحتی بیاد توی توییتر با ایجاد یه پیج کاری بکنید که افراد از طریق سایت شما، از طریق صفحه شما وارد اون صفحه اون فروش محصول بشن، اون کالا یا حتی کالاهای مشابه و مرتبط رو شروع بکنن به خریدن. خب راجع به اینکه شما چطور میتونید مخاطب توی توییتر به دست بیاری، دقیقاً یکی از راهاش همین که شما بیا هشتگ گذاری بکنی پروموت بشه و بعد از یه مدتی شما فالوور به دست بیاری و بتونی کار خودت رو رونق بدی. اما اگر نخواستی دوباره همین سامانه SMT724 داتا که من آدرسش رو در انتهای ویدیو میذارم، این میتونه واقعا به شما در جذب لایک، فالوور یا حتی مثلا ایجاد کامنت باز هم بر اساس موقعیت جغرافی میتونه به راحتی به شما کمک بکنه برای توییتر و میتونه بخش عمده ای از تلاش های شما رو حداقل پاسخ بده برای جذب و فروش بیشتر. اما شبکه اجتماعی بعدی که در افیلیت مارکتینگ میتونه کمک بسیار زیادی به شما داشته باشه لینکدینه. لینکدین در آغاز یه فضایی برای پیدا کردن یه موقعیت شغلی مناسب و معرفی کسب و کار موجود توی شرکت ها بود. امروزه تقریبا میشه گفت 600 میلیون کاربر توی لینکدین به یک کانال تبلیغاتی مؤثر تو بین مشاغل وصل شدن و همه مشاغل میان کسب و کارهاشون رو توی این سیستم تبلیغ میکنن. توی لینکدین امکان به اشتراک گذاری تصاویر رو دارید، دقیقا شبیه به توییتر، شبیه به فیسبوک یا شبیه به خیلی از شبکه‌های اجتماعی دیگه مثل پینترست. میتونید فیلم ها رو به اشتراک بذارید، میتونید اسلاید بذارید، میتونید مقالات مختلف و حتی لینک های مختلف رو میتونید توی این سیستم، توی این پلتفرم شبکه اجتماعی میتونید به راحتی پیدا بکنید. دیگه عرضم به حضورتون که میشه گفت اینفوگرافیک های بسیار خوبی توی این وبسایت
وجود داره که یه بستر خیلی خوب و محبوبی هم شده برای به اشتراک گذاری سخنرانی ها، اسناد و خیلی از فایل های مختلفی که ممکنه توسط شرکت ها یا افراد مختلف ایجاد و طرح شده باشه. مثل شبکه های اجتماعی قبلی که بهتون گفتم، مثل توییتر، مثل فیسبوک، مثل اینستاگرام، لینکدین هم ویژگی های خیلی خوبی داره. مناسب بازاریابی بی تو بیه، چون شرکت های بسیار زیادی توی این سیستم اومدن عضو شدن. اگر تبلیغی که شما میخواید بکنید مناسب کسب و کارهاست، حتما از این سیستم استفاده بکنید. امکان تمرکز روی مخاطبینی که دارید ایجاد میکنید بر اساس مخاطبینی هستن که تحصیل کردن و متخصصن و تجربه کاری بسیار حرفه‌ای رو دارن توی این سیستم فراهم شده. شما توی این سیستم افراد تحصیل کرده رو میبینید که برای استفاده و به اشتراک گذاشتن دیدگاه‌های خودشون از این سیستم دارن استفاده میکنن. همه افراد قابلیت به اشتراک گذاری تصاویر رو دارن، میتونن ویدیوها رو به اشتراک بذارن، لینک ها رو به اشتراک بذارن و تقریبا میشه گفت که از لحاظ تعامل، از لحاظ نرخ تعامل هم که باعث رونق بسیاری از کسب و کارها میشه، لینکدین در رتبه بسیار بالایی قرار گرفته. گروه های تشکیل شده تو لینکدین میتونن مخاطبین خاص هر کسب و کار رو بیان مورد هدف قرار بدن و از این طریق شما میتونید به یه عده خاصی از مشتریان به صورت تخصصی دسترسی پیدا بکنید. اگه کسب و کارتون تخصصیه، اگه تبلیغی میخواید انجام بدید به صورت تخصصیه، حتما حتما لینکدین رو برای این نوع کسب و کار خودتون بیاید و انتخاب بکنید. میریم سراغ سوشال میدیای بعدی که توی کسب و کار میتونه کمکتون بکنه، مخصوصا برای دوستانی که افیلیت مارکتینگ انجام میدن. بهتون معرفی میکنم که همتون میشناسید، عملا یوتیوب رو به عنوان دومی سایت پربازدید جهان همه شما میشناسید. یوتیوب تقریبا میشه گفت 2,300,000 کاربر داره که 74% این کاربران هر هفته حداقل میان یه دونه ویدیو توی این پلتفرم قرار میدن. میشه گفت یکی از بهترین و عملا تاثیرگذارترین راه‌های معرفی محصولات و خدمات استفاده از ویدیو و فیلمه. یوتیوب این امکان اومده برای صاحبان کسب و کار به وجود آورده و فراهم کرده که با استفاده از ویدیوهای با کیفیت خودشون محصولات خودشون رو بیان به کاربران خودشون در سراسر دنیا یا بر اساس جغرافیای خاصی معرفی بکنن. طبق تحقیقاتی که انجام شده، تقریبا 90% از مردم معتقدن که تماشای همین فیلم‌ها که توی یوتیوب وجود داره میتونه تأثیر خیلی زیادی تو تصمیم گیری اونا برای خرید داشته باشه و حدوداً از این 90% 64% از افراد بعد اینکه میان ویدیوهای افراد رو میبینن یا ویدیوهای کسب و کارا رو میبینن توی برای بعد تماشای یه بار یه فیلم، برای بار دوم محصول معرفی شده توی اون ویدیو رو میان خریداری میکنن و از اون ویدیو به عنوان معرف خودشون استفاده میکنن. یوتیوب با توجه به موقعیت بسیار خوبی که داره و مخاطبین بسیار خوبی که در سراسر دنیا از آن خودش کرده، میشه گفت که یکی از بهترین پلتفرم‌های سوشال مدیا مخصوصا برای افیلیت مارکتینگ و همکاری تو فروشه، همکاری در فروشه. بهترین ابزار هست برای این که شما بتونید همکاری در فروش از طریق این سیستم گسترش بدید. من اجازه بدید طبق همون روال اون سیستم‌های دیگه که بهتون گفتم چند تا از مزیت‌های خیلی خوبی که توی یوتیوب وجود داره رو من بهتون بگم که بتونید از طریق شناسایی این مزیت‌ها حداقل یک کسب و کار رو از طریق همین پلتفرم‌ها گسترش بدید. توی یوتیوب شما میتونید بازاریابی رو بر اساس بی تو بی یا بی تو سی تنظیم بکنید و مشخص بکنید که مخاطبی که دارید به دست میارید کسب و کارها هستن یا افراد معمولی هستن. همه افراد از طریق ویدیوها میتونن با شما آشنا بشن و کسب و کار شما رو بشناسن. شما توی یوتیوب میتونید به راحتی یه ویدیو رو به اشتراک بذارید. ویدیوهای من رو میتونید شما بردارید به اشتراک بذارید. کسب و کارهای مختلف رو میتونید بردارید. توی شبکه‌ها سوشال مدیاهای مختلف میتونید بیاید و اونها رو منتشر بکنید. افراد بسیار زیادی میتونن این ویدیوها رو مشاهده بکنن. امکان اشتراک گذاری ویدیویی که از مهمترین مزایایی هست که در بسیاری از سیستم‌های شبکه‌های اجتماعی وجود داره، مثل اینستاگرام که شما باید اون فیلم رو دانلود بکنید، در فیسبوک میتونید به اشتراک بذارید، در توییتر میتونید ریتوییت بکنید، در لینکدین هم میتونید همین اتفاق برای شما بیفته. در یوتیوب شما کاربرای تو همه گروه‌های سنی دارید از سراسر جهان. یعنی اگر در دور افتاده ترین نقطه کره زمین باشید تا کم سن و سال ترین طرفدارتون که در هر نقطه از دنیا باشه، تا افرادی که سن و سال بسیار زیادی تا 65 تا 70 سال سن دارن یا حتی بیشتر، توی این سیستم میتونید پیدا بکنید. 76 زبون زنده دنیا توی یوتیوب داره استفاده میشه. شما به زبان‌های مختلف میتونید این سیستم به راحتی استفاده بکنید.
مناسبه برای بهبود SEO و عملاً ارتقای رتبه گوگل شما، که اگر وبسایت داشته باشید این میتونه بهترین گزینه برای شما باشه و میتونید توی به دست آوردن بازدیدهای خیلی خیلی زیاد، بازدیدهای بالا میتونید استفاده بکنید، تاثیرگذاری بسیار زیادی میتونه داشته باشه برای وبسایت شما و امکان قرار دادن یه لینک مستقیم از ویدیو به سایت مورد نظر هم اینه که در انتهای ویدیو در اختیار افراد قرار میگیره و میتونن افراد رو دعوت بکنن به ارجاع به سایتی که معرف اون کالاست. برای یوتیوب هم شما میتونید دوباره از همین سامانه SMT 724 بیاد استفاده بکنید و به راحتی سرویس و خدمات خودتون رو در یوتیوب ارتقا بدید. در پینترست هم به عنوان آخرین شبکه اجتماعی بذارید من به شما معرفی بکنم که این شبکه اجتماعی یه شبکه اجتماعی تصویریه برای کسب و کارهایی که توی حوزه مد دارن کار میکنن، برای کسب و کارهایی که در زمینه زیبایی، در زمینه مثلا سلامت، در زمینه خانه‌داری و حتی باغداری، اینها میتونن از طریق این سیستم که بسیار بسیار مناسبشونه بیان استفاده بکنن و ازش کسب درآمد بسیار خوب داشته باشن. من آموزش پینترست رو هم توی ماهای گذشته دادم، میتونید توی ویدیوها هم ببینید. پینترست در حال حاضر بیش از 250 میلیون کاربر فعال داره. 61% اونها بعد از دیدن یه محصول اقدام به خریدش میکنن، یعنی بیشترین نرخ تعادل بالا رو از آن خودش کرده و تقریبا میشه گفت که از ویژگیاش میشه بگم که مناسب برای بیزنس هایی که B2C هستن و اگر شما مخاطب B2C هست میتونی از طریق این سیستم به راحتی کالاهای مختلفی که توی افیلیت داری رو به تبلیغ بذاری و همون کالا رو میتونی به راحتی توی این سیستم به فروش برسونی. امکان به اشتراک گذاری تصاویر و استفاده از لینک های وابسته رو در اختیارتون قرار میده، یعنی شما میبینید که الان من اگر روی این عکس کلیک بکنم من رو ارجاع میده به یه سایتی که این کالا رو داره میفروشه، یا ممکنه من بخوام این عکس رو بخوام ذخیره بکنم. اکثر مخاطبینی که توی پینترست هستن رو افرادی تشکیل دادن که جنسیتشون خانومه، یعنی شما اگر کالایی رو میخواید تبلیغ بکنید پینترست میتونه بهترین پلتفرم برای تبلیغات شما باشه. بیشترین مخاطبانی رو هم که توی پینترست وجود دارن از ایالات متحده آمریکا هستن که اگر شما کالایی داشته باشید برای فروش توی قاره آمریکا میتونید به راحتی از طریق پینترست این کار رو انجام بدید. خب من تمامی توضیحاتم رو خدمت شما عرض کردم، بذارید یه نتیجه گیری بکنیم حداقل از مباحثی که مطرح شد و بهتون بگم که شبکه‌های اجتماعی و عملاً رسانه‌های اجتماعی فضای خیلی خوبی برای کسب درآمد از طریق افیلیت مارکتینگ و همکاری تو فروشن. تو ایران عملاً اینستاگرام، لینکدین، توییتر و یوتیوب از محبوب‌ترین پلتفرم‌هایی هستن که شما میتونید از طریق اونها به کسب درآمد بپردازید. با این حال برای رسیدن به یه نتیجه دلخواه باید به خوبی شما بیاید و جامعه هدفتون رو همونطور که خدمتتون عرض کردم مشخص بکنید و با در نظر گرفتن هدف تجاری خودتون مناسب ترین و بهترین پلتفرم سوشال مدیا رو برای افیلیت مارکتینگ خودتون انتخاب بکنید. خب توضیح دیگه ندارم که بخوام بدم و ببخشید از اینکه زمان ویدیو طولانی شد. امیدوارم این ویدیو برای دوستان کاربردی باشه و دوستان بتونن از طریق این ویدیو حداقل وارد کسب و کاری که میشن بتونن پلتفرم بسیار خوبی رو انتخاب بکنن برای اینکه بتونن کسب و کار خودشون رونق بدن، افیلیت مارکتینگ بتونن انجام بدن و فروش بسیار خوبی رو تجربه بکنن. برای دوستان فارس زبانمون در کشورهای ایران، افغانستان، تاجیکستان و سایر کشورهای دنیا و همه هموطنان عزیزم در ایران آرزوی شب و روز خیلی خوبی رو دارم. وقت همگی به نیکی و سلامتی باشه. امیدوارم همه به درآمدهای بسیار خوبی دست پیدا بکنید و از این وضعیت نابسامانی که البته خب سراسری هم هست دوستان رنج نبرن و انشالله بتونن از این روش به درآمدهای بسیار خوبی هم دست پیدا بکنن. وقت همتون رو گرفتم، عذرخواهی میکنم. ممنونم از اینکه تا این لحظه همراه کانال محبوب بیز در یوتیوب بودید. مثلا میکنم توی کانال محبوب بیز تو یوتیوب روش‌های کسب درآمد از طریق اینترنت رو در اختیارتون قرار بدم. اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایکش بکنید و ویدیو رو توی شبکه‌های اجتماعی مختلفی که دارید به اشتراک بذارید تا دوستان بسیار زیادی بتونن با این روش‌ها و با این ایده‌ها کسب و کارهای خودشون رو رونق ببخشن. شب و روز خیلی خوبی رو داشته باشید. موفق و پیروز باشید. خداوند یار و نگهدارتون.